خب سلام مجدد آقای اتابکی. خب داشتیم در مورد خودروهای آلمانی و فرانسوی صحبت میکردیم که شما اعتقاد داشتیم خودروهای فرانسوی خیلی هم قشنگه. نه نمیگم خیلی قشنگ، میگم به هر صورت اینا همه سلیقه است. میدونید نمیتونیم چیزی که از نظر من قشنگ باشه شاید شما به دید شما خوب نباشه و چیزی که شاید شما بپذیرید برای من خوب نباشه. نه میگم اینا سلیقه است، ولی که همونجوری که قبلا گفتم فکر میکنم که آلمانیا صنعت اتومبیل سازی آلمان خیلی جلو افتاده، این میشه گفت همیشه جلوتر بوده و الان این چند وقت اخیر از لحاظ حالا تکنولوژی و اینکه کیفیتش که همیشه عالی بوده ولی از لحاظ تکنولوژی هم خیلی جلو افتاده. ولی باز هم میگم به هر صورت قیمت ها قابل قیاس نیست، یعنی اتومبیلی که شما در آلمان میخرین از قیمت خیلی متوسط شروع میشه به بالا، اونجایی که اتومبیلای فرانسوی یا ایتالیایی یا خیلی از اتومبیلای دیگه در دنیا به اون حد هم اصلا نمیرسن، به حد شروع قیمتای اتومبیلای آلمانی. و خوشبختانه صنعت اتومبیل سازی آلمان تونست چند سال پیش این چند تا برندی هم که تو انگلیس داشت، تو انگلیس و ایتالیا از بین میرفت، تونستن بخرن و واقعا دارن کار خیلی خوبی روش انجام میدن. حالا میشونین از رولز رویز و بنتلی و نمیدونم لامبورگینی و اینا نگاه کنید، این کاری که انجام دادن باز دوباره آیدنتیتی این برندها رو خیلی خوب نگه داشتن و کیفیت رو خیلی بالا آوردن. خب چون بحثمون در مورد طراحی، نظر راجع به طراحی خودروی ژاپنی و کره چطوره؟ البته کره ها این سالا خیلی بهتر شدن، ولی در مورد ژاپنی ها مخصوصا تویوتایی که شما باش کار کردین، خیلی ها و خیلی از کارشناسا میگن که خودروهایی که تویوتا طراحی میکنه یا برخی از خودروسازان ژاپنی طراحی میکنن اصلا زیبا نیستن، یکم عجیب غریب هم هستن، مثلا چه میدونم تویوتای پریوس. یا فکر میکنم که کشورهای شرق دور همیشه در نظر دارن که یه خودروهایی طراحی کنن که به تمام دنیا بچسبه، یعنی نمیدونم چجوری بهتون بگم، یعنی یه کاراکتر به خصوصی ندارن. شما نگاه کنین اگه اتومبیل ایتالیایی نگاه کنین، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، همه کاراکتر آمریکایی کاراکتر خودشونو دارن، اصلا یه طرح به خصوصیه. ولی ژاپنی نه، ژاپنی شما هر برند ژاپنی رو بردارین و حتی کره‌ای رو هر جای دنیا ببرید به اون جای دنیا میخوره. اینا برای همینه همیشه توی دنیای خاکستری هن، من همیشه میگم، یعنی نه سفید هن نه سیاه، همه یا میتونن خوششون بیاد یا نه، ولی خیلی فرقی برای طرحهای یعنی ژاپنی یا کره‌ای ندیدم که مثلا در این 20 سال اخیر به یادم بمونه، اونجوری که مثلا شاید برندهای دیگه مال کشورهای دیگه تونستن یه جورایی خودشونو بالاخره فرق بدن. فکر میکنم از این لازمه، وگرنه باز دوباره میگم طراحی ژاپنی جزو بهترین ها هستن. الان توی خود آلمان، توی خود فرانسه خیلی از طراحی ژاپنی کار میکنن برای برندهای مختلف و طراحی درجه یکم میدن بیرون. این باز دوباره پرادکت پلانرهای هر شرکتی که تصمیم میگیرن چه نوع اتومبیلی درست کنن و فکر میکنم که یکی از دلایلی که طراحشون انقدر میشه گفت معمولی، بیریخت نمیشه گفت، معمولی هم اینه که میخوان یه طراحی بدن که همه جا بشه این نوع اتومبیل رو فروخت. یعنی یه جورایی میشه گفت فروش رو و سلیقه تمام دنیا رو فدای زیبایی میکنن، درسته؟ زیبایی رو دارن فدا میکنن برای یه چیز، میشه گفتش که دارن زیبایی رو فدا میکنن برای اینکه فروش بیشتری داشته باشن. میشه گفت یه مداری برای اینکه نگاه کنی از طرفی بتونن کیفیت رو بالا نگردارن و قیمت رو پایین نگردارن نسبت به اون کیفیت اتومبیل، در صورت مجبورن یه اتومبیلی درست کنن که برای اینکه خیلی از دور دوستانم که اتفاق اتومبیل دوست دارم، یا ما نمیفهمیم
به هر صورت موقعی که آدم اتومبیل میکشه چرا بیریخت بکشه؟ آیا دیزاینر بدی بوده یا اون کسانی که این دیزاین رو انتخاب کردن بد بودن؟ یا اینکه نه، باز برمیگردم به اون دفترچه فنیه که چی مهمتره. شما اگر بخواید یه اتومبیلی درست کنین با قیمت خیلی پایین و از طرف دیگه بخواید کیفیت خیلی بالا نگه دارین، خب به هر صورت اون یه اتفاقی اون وسط خواهد خورد. حالا یا طراحی یه چیزی از دست میده، یا قطعات فنی یا موتور یا قدرت موتور، یه چیزی به هر صورت اونجا جواب نخواهد داد اونجوری که بگذارم. به نظرم حالا تو شرکت ژاپنی یه مثال خیلی خوب بهتون بذارم که خودم روش کار کردم و این شاید یه ذره راحت‌تر باشه بعداً برای متوجه شدن چرا یه اتومبیل میتونه بیریختر باشه از یه اتومبیل دیگه. ما این رنو لوگان رو ما دیزاین کردیم، داخل و بدنه رو، و خودم میتونم بگم خیلی اتومبیل بیریختیه، ولی برای ما یکی از، واقعا میتونم بگم یعنی برای خود من یکی از مهمترین پروژه‌هایی بوده که روش کار کردم. چرا؟ چون که اینا اومدن یه دفترچه فنی نوشتن، اول همه گفتن آقا ما یه اتومبیل می‌خوایم $5,000، که اینو که گفتن اصلا نشدنی بود. حالا گفتن ما رومانی می‌خوایم درست کنیم و فلان، اینا نشدنی. ما هم شروع کردیم روی این پروژه کار کردن. خب یه موتور جلو، اندازه ماشین رو بهمون دادن، گفتن این اتومبیل حتما باید صندوقدار باشه چون اتومبیلی که باید به تمام دنیا بفروشیم و بیرون از اروپا کشورهای دیگه اتومبیل‌های غیر صندوق و یعنی بیکار در واقع رو دوست ندارن، پس حتما باید صندوقدار باشه. پس توی حجم خیلی کوچیکی باید یه صندوقی هم در نظر می‌گرفتیم. از لحاظ قیمت باید می‌دیدیم، فکر میکردیم برسیم به $5,000. خب بالاخره شعبده بازی نمیشه کرد. شما موقعی که باید ارزون ترین رادیاتور رو بذاری جلوی ماشین برای خنک کردن موتور، ارزون ترین رادیاتور یعنی چی؟ یعنی پهن‌ترین، بلندترین و درازترین رادیاتوری که وجود داره و نه آلومینیومی نه چیزی. پس این میاد تمام جلوبندی اتومبیل رو میگیره. در واقع چی میشه؟ دو تا چراغ خیلی کوچیک هر طرف این رادیاتور جا میگیره، از واسه طراحی دارم میگم. خب ما اومدیم این از پلان ویو، از بالای اتومبیل اومدیم از رادیاتور داشتیم، اینو یه شکستگی دادیم رو چراغا که حداقل یه ذره اینو مدرنش کنیم. گفتن نه، ما چراغای پلی کاربونات غیر ممکنه بتونیم بذاریم چون اصلا وارد قیمت نمیشه، پس چراغای شیشه‌ای میذاریم. چراغای شیشه‌ای بذارین، شما مجبورین از یه حدی کمتر اینو بتونین بهش زاویه بدین، وگرنه نور رو اصلا خراب میکنه. پس چی شد؟ پس این چراغا صاف شد. مجبورین یه لامپای به خصوصی هم توش بذارین که بتونه این به اندازه کافی جلوی ماشین رو روشن کنه. و چی شد؟ پس این جلوبندی ماشین از همون اول اصلا درست نمیتونست پیش بره، اصلا از لحاظ پروپورشن درست نبود. میریم رو صندوق عقب، گفتن ما مینیمم چند صد لیتر باید بتونیم ابزار بذاریم توی صندوق اتومبیل. خیلی خوب، پس صندوق اومد خیلی بالا. گفتن که باید خیلی راحت، چون اینو تو روستاها اینا تو اروپای شرقی به کار خواهند برد، خیلی راحت ابزار از زمین باید برداریم بذاریم توی صندوق بدون که زیادی بلند کنیم. پس چی شد؟ یه صندوق خیلی بالا، یه سپر خیلی پایین. پس اصلا باز دوباره برمیگردیم به پروپورشن، صندوق خیلی بیریخت بالا و یه سپر خیلی کوچیک اون پایین. الکتریسیته اصلا، یعنی هیچ نوع سیم تا توی صندوق نمیتونیم ببریم. پس نمیتونستیم پلاکو بذاریم توی صندوق که چراغای پلاکو بذاریم، نه چراغ اضافه میتونست بیاد رو صندوق چون تمام سیم کشی ها قیمت رو میابرد بالا. و چی شد؟ شد دوتا چراغ خیلی نازک و ضعیف
هر طرف اتومبیل. گفتن این شیشه ها باید کاملا بیاد پایین. شیشه ها رو شما کاملا بخواید بیاین پایین تو اون حجم کوچیک اتومبیل که 5 نفرم توش بشینن، شما این تامبل هومی که کنار دارین، یعنی این شکستگی پنجره که میخوابونه، اینو موقعی که نذارین باز بذارین، این اتومبیل شما از عقب که پشت یه لوگان میرین به نظر میدین سر هر پیچ امکان داره از این ور یا اون ور بیفته زمین. و این ریلی که این شیشه رو میبره پایین و میاره، باید ارزون ترین ریلی که باشه بدون سینماتیک به خصوص. خب پس چی شد آخر سر؟ اومدیم رسیدیم به یه لوگانی که شما امروز میشناسید که یه ماشین بی نهایت بیریختیه، ولی تونستیم، حالا ما با 5000 دلار تموم نکردیم، با 5500 یورو اون زمان شروع به فروش شد و الان یکی از بزرگترین فروشای رنو توی دنیا، رنو یعنی در واقع داسیاست که الان اومده شده پلیکاربونات به کار میارن، اونقدر این برند گرفت به خاطر همون لوگان که الان میتونن به خودشون اجازه بدن که دیگه 7-8 10000 15 16000 یورو اتومبیل هم بسازن. پس ببینید، از یه ور میشه یه لامبورگینی شما بکشید، ولی در واقع یه فیس لیفت و اونقدر نمیتونید رو اون اتومبیل کار بکنید، چون که اون زمانی بود که کسی پشت لامبورگینی نبود، نه گروه فولکس واگن، نه میتونستن اینقدر کارهای به خصوص روش انجام بدن. چند تا قطعاتو تونستیم فرق بدیم، برای اینکه تولینگ خیلی گرونه، شما از فنی بخواهی نهای قالبای جدید درست کنید، نه اینا خیلی گرونه. برای همین همون یه مقدار قطعاتو ما تونستیم عوض کنیم و شد یه فیستی. ولی خب برای مثلا تمام کسایی که میتونن صحبتهای من مثلا درک کنن، مثلا اسم لامبورگینی خیلی راحتر تو ذهن مردم میمونه تا اون داسیا، ولی در واقع برای من یه پروژهی مثل داسیا خیلی خیلی مهمتر بود و خیلی جالبتر بود که چجوری ما بتونیم یه طرحو به جایی برسونیم که همه راضی باشن، یعنی از لحاظ قیمت، از لحاظ استفاده کردن و به هر صورت اون قیافه که تونستیم دیگه بهش بدیم با اون امکاناتی که در اون زمان داشتیم. خب آیا اتابکی در بله متوجه شدم، فقط یه نکته جالب براتون تعریف کنم، ولی این مدت شاید شما ایران نبودین و اینا. این خودرویی که آقای اتابکی در موردش صحبت کردن، داچیا لوگان، که در ایران معروفه به تندر 90، کار گروه های اتابکیه و خب خیلی از مردم هم تو ایران میگن زشته، ولی خب کیفیت خوبی داره و خیلی هم از کیفیتش راضین. آیا اتابکی میدونین در مورد ضرب المثل هم ساختن تو ایران، در مورد همین خودرویی که شما طراحی کردین؟ نه. حالا البته تقریبا جوکه میگن که اگر دیدی کسی اومد خواستگاری دختری که تندر 90 داشت، یعنی همین لوگان، زیاد آرایش اینا نکن، چون ظاهر برش اصلا مهم نیست، اگه ظاهر مهم بود تندر 90 نمیخرید. آره یعنی لوگانو. در مورد ماشینی که شما طراحی کردین و میگین که خب خیلی هم محدودیت فنی داشتین، خب تو ایران خب خیلی مردم فکر می‌کنن ماشین زشتی هست و اینا، شما طراحی خیلی بهتری هم داشتین، مثلا لامبورگینی طراحی کردین، لکسوس هم طراحی کردین، خودتون توضیح دادین که به محدودیتایی که برای شما میذارنه که باعث میشه که یه خودروی زشت بشه یه خودروی زیبا بشه. دقیقاً همین، می‌خواستم برگردم، این مثالی بود که زدم در مورد همون صحبتی که کردیم در مورد اتومبیل‌های ژاپنی. من فهم می‌کنم این مارکتینگ این برنداس که می‌خواد یه همچین اتومبیل‌های ساخته بشه، چون که قیمتو یعنی سرمایه‌گذاری رو ترجیح میدن جای دیگه بذارن. شما اگه دقت کنید الان شما تویوتا یا نیسان یا برندهای دیگه ژاپنی رو شما 300-400 هزار کیلومتر میرونید، هر جای دنیا باشید تمام قطعاتش هم پیدا میکنید، خیلی اتومبیل خوب و کیفیت بالا هم هستن. برای همین یه جایی بالاخره شما باید از جاهایی بزنید که بتونید جای دیگر رو درست کنید. شما نمیتونید در واقع ماشین خیلی ارزون داشته باشید که خیلی قشنگ باشه ولی خیلی پرقدرت، غیر ممکنه.
اگر شما ماشین پرقدرت و قشنگ داشته باشید، قیمتش هم دیدید، حالا چه ماشینای سالن باشه مثل رولز رویز و بنتلی و دیگری، چه ماشینای کورسی باشه مثلا مثل فراری و لامبورگینی و حالا مثلا پورشه و دیگه، تمام اینا مهمه. نها کنید شما ما که واقعا دارم بهتون میگم میلیمتر رو بدنه ماشین دست میزنی، میلیمتر یعنی بعضی وقتا یک دهم صحبت میکنیم، ما رو تمام درازای بدنه اتومبیل میگیم به اندازه کافی کرو نداره، یه میلیمتر یه میلیمتر و نیم بیاریم بالا، یه ذره اینو بهش بیشتر کرو بدیم و انجام میدیم و میبینیم اه خیلی هم فرق کرد و اینا. زیادتر بکنین ایراد داره، کمتر بکنین ایراد داره. پس اونجاست که چشم طراح مهمه که درست اون اندازه‌ای که درسته، یعنی حجم صندوق چقدر باشه، خطا کجا باشه، خطا همه مساوی هم دیگه نباشه، نمیدونم کنار اتومبیل شما نگاه میکنین رو بدنه نور رو چجوری رو بدنه بگیره، چقدر شما بخواین کرو بذارین، اینا همه مهمه دیگه، بالاخره اکسپریانس کاریه. یکی از دوستام که الان یکی از رؤسای همین شرکت های فرانسویه، برای مدت 7-8 سال برای اودی کار میکرد، ما هم جوان بودیم هممون، منم شروع کردم کار خودمو کردن اینا، گفتش که نگاه کن ما اون زمان تازه اودی های 6 اومده بود بیرون و این روی یکی از طراش داشت کار میکرد، گفت ما رو ماکت کلی که کار میکنیم، یعنی همون کلی متریال، بله اینجا هم همون اسم میشناسم، میگه ما برای فقط دور چرخ و اون نور دور چرخ که در واقع یه قسمتی از فندر جلوه، میگه ما فقط روی ماکت کلیمون 3 ماه وقت صرف میکنیم که این نوری که میگیره روی اون، فرانسویش میگن گوش روی چرخ، که اون نوری که میگیره پرفکت باشه، از اونجایی که شروع میشه چقدر پهن میشه، دوباره چقدر میاد کوچیک میشه. خب شما برای مدت 3 ماه تو رنو یه اتومبیل کامپلت درست میکنید، ماکت کامپلت درست میکنید، شما وقت ندارین با اون سرمایه گذاری که دارین میکنین 3 ماه فقط روی گوش اتومبیل کار انجام بدین. پس همین هست که آخر سر میبینین چرا یه اتومبیلی با اتومبیل دیگه فرق میکنه. درسته، خیلی هم عالی. خب حالا برمیگردیم به این موضوع، من میترسم وقت اون کم بیاد، برگردیم سر صنعت خودرو ایران. در مورد صنعت خودرو ایران شما اومدین و فکر میکنم با ایران خودرو مذاکره کردین برای اینکه باشون کار کنین، درست میگم یا دارم اشتباه میگم؟ خیلی وقت پیش، بله، من یه چند بار دعوتم کردن که بیام هم شرکت ایران خودرو رفتم، هم سایپا رفتم، چند دفعه به گروه های فرانسوی اومدم، گروه های مختلف، حالا از لحاظ مهندسی فنی و اینا اومدیم چند باری، البته میشه گفت تو این 20 سال اخیر، بله میشه گفت 5-6 بار اومدم. بله خب چی شد که باشون به توافق نرسیدین؟ اصلا صنعت خودرو ایران چطوری دیدین اومدیم وقتی بازدید کردین و ما مدیران صحبت کردین؟ میخوام خیلی رک و رو راست بگین که به نظرتون چقدر فاصله است و چه ایرادایی داره. خب نها کنید به هر صورت الان سخته برای ایران، حتی 20 سال پیش هم سخت بود، برای اینکه بالاخره راحت با دنیای خارج که نمیتونن کار بکنن، حتی موقعی که با شرکت رنو و پژو هم که اومدن، بیشتر خوبکارها اینجا انجام شده، اونجا تحویل میدادن و یه مقدارش مونتاژ میکردن، که البته یه مقدار از کارها هم خود ایرانی انجام میدن، مهندسان ایرانی و طراح ایرانی انجام میدن رو سمند و رو اتومبیلای دیگه. چرا باهاشون کار نکردیم؟ منم خودم هنوز نمیدونم، برای اینکه من اتفاقا خیلی مایل بودم، فکر میکردم یه کارهایی بشه انجام بدیم، اتفاقا برای ریستایلینگ پژوهای 407 407 هایی که تو ایران مونتاژ میشد، ریستایلینگش رو دیزاین سنتر پژو اینجا داد به ما و دو تا از اتومبیلایی که از ایران براشون فرستادن اینجا فرستادن توی شرکت ما،
که ما رو اونا مدل سازی کردیم، یعنی طراحیش کردیم، مدل سازی کردیم، دادیم به پژو که پژو پس فرستاد برای ایران. حالا ما همین 407 تو ایران تولید نمی‌شد، 405 نمی‌گین شما؟ 405 ببخشید، 405. 405. یعنی قرار بود شما روی یه توضیح دوباره میدین رو 405 قرار بود چیکار کنین؟ جلو بندی و عقبش رو یه مقدار تغییرات دادیم و یه مقدار از این کارا. حالا من این کارو ما میتونستیم دایرکت با خود شرکت های ایرانی انجام بدیم، ولی خب نشد. و حالا چرا نشد من هنوزم نمیدونم. فکر دیگه از اون سال به بعد سراغتون نیومدن؟ چرا؟ چرا من دفعه قبلی که تهران بودم فکر میکنم یه 5-6 سال پیش بود. اون موقع قرار بود چیکار کنید؟ هیچی، بازدید. هر دفعه دعوتم میکنن که برم اونجا با هم صحبت بکنیم. ما خودمونو پرزنتیشن شرکت رو میکنیم، اونا هم پرزنتیشن شرکت، دوباره صحبت میکنیم که در تماسیم و انشالله با هم کار بکنیم، که هیچ وقت کارم انجام نمیشه. ولی حتما یه دلیلی هستش، ولی نمیدونم اون دلیل چیه. خب شما طراحی های اخیر صنعت خودروی ایران رو دیدین؟ مثلا این خودروی شاهینی که سایپا طراحی کرده رو دیدین؟ یا روحام، اسمش روحام بود شد شاهین، دیدینش این طرحو؟ اخیرا نه. شما آخرین طراحی که از خودروهای ایران دیدین چه خودرویی بود؟ اون 5 سال قبل که اومدین. سمن. آها سمن. سمن یه تپه قدیمی است. مدل جیترش رو ندیدین؟ دنار مثلا ندیدین؟ نه. خب در مورد همون سمند، اون البته اون موقعی که دیدینش به نظرتون طراحی چطور اومد؟ به نظرم طراحیش قدیمی بود برای اون سالی که در اومده بود. نه، برای همون سالی که در اومده بودم قدیمی بود طراحی سمند. خب اگر الان به شما بگن بیاین و در صنعت خودرو ایران برای مثلا ایران خودرو یا سایپا هر کدومشون یک خودروی طراحی کنین که برای مردم ایران مناسب باشه، شما چه خودروی طراحی میکنید؟ خب باید بگم، باید اول نشست یه دفترچه فنی نوشت، باید قیمت گذاری کرد برای چه قیمتی، برای چه جایی، برای چه کسانی، چه نوع اتومبیلی، تمام اینا فرق میکنه. اینا یه کار اساسیه، یعنی نمیشه فقط گفت باید یه کاغذ برداریم یه نقاشی بکنیم بگیم این اتومبیل آینده ایرانه. نه، باید یه فکر اساسی بشه خیلی جدی. از لحاظ قدرت خرید باید دید آدم در چه لولی باید اون اتومبیل در نظر بگیره و امکاناتی که هستش، برای اینکه به هر صورت الان درا به روی ایران بسته است و سخته. نگاه کنید شما شرکت های ژاپن 60-70 سال طول کشید تا بیان برسن به اینجا، چون زمان خیلی طولانی تر بود. اون موقع کامپیوتر و اینترنت و این چیزا وجود نداشت. کره ها با 20-25 سال اومدن رسیدن به این حد تولید اتومبیل. چینی هم که داریم میبینین الان در 10 سال اخیر چیکارا کردن، و ما الان آخرین اتومبیلی که طراحی کردیم براشون، یعنی طراحی نکردیم، طراحی خودشون بود و ما کار رو انجام دادیم، که این استودیوی دیزاینشون در تورینو دیزاین طراحی کرده بود، داره بهمون یه چیزای عجیب غریب نشون میده برای 10 سال آینده‌ای که چینیا چه چیزایی دارن برامون آماده میکنن. منظورم اینه که نمیتونیم امروز الان صنعت اتومبیل سازی صنعت خیلی پیچیده ای از هر لحاظی، حتی از لحاظ مارکتینگ و پروداکت منیجمنت و اینا. فکر میکنم برای اینکه این الان تا موقعش هم هستش که ایران وارد مسابقه بشه، چون که الان پلتفرما دارن عوض میشن. خیلی از کشورها شروع کردن رو پلتفرم‌های الکتریکی کار کردن، پس الان موقعشه که آدم وارد مسابقه بشه، چون همه دارن از کاغذ سفید شروع میکنن. برای همه تازگی داره این جریان، تازگی داره. البته امریکایی های مقدار جلوترن، ژاپنی ها پشتشونن، حالا اروپایی هم دارن میرسن، ولی خب در صورت همه دارن شروع میکنن روی این پلتفرم‌های الکتریکی کار کردن.
ولی من فهم میکنم صنعت ایران احتیاج به کمک از گروه های اکیپای خارجی داره. من شروع به صحبت کردم در مورد این شرکت چینی که صحبت کردم که در ایتالیا دیزاین سنتر زدن، اینا 80-90% کارمنداشون اروپایی هست. این چینی ها الان این 10 سالی که الان آمدن شروع کردن تا الان بهترین دوستای من که رؤسای دیزاین BMW بودن یا شرکت های دیگه، الان دارن برای شرکت های چینی کار میکنن. مهندسایی که برای شرکت های فرانسوی کار میکردن یا امریکایی کار میکردن، الان دارن برای شرکت های چینی کار میکنن. پس نها کنین، همه احتیاج داره کمک دارن، برای اینکه الان بیشتر از یه قرنه که الان صنعت اتومبیل داره کار میکنه و نمیتونیم ما یه وارد بشیم همین مثل فکر کنیم که فردا بتونیم اتومبیلای درست کنیم که در حد این اتومبیلای حالا چه اروپایی، امریکایی، ژاپنی باشه. احتیاج به کمک داریم، اکیپایی که بیان اونجا یه همچین تیمایی رو به وجود بیارن برای مدت حالا 4 سال، 5 سال، 10 سال با اکیپای ایرانی کار کردن، چه طراحا، چه مهندسا، چه از لحاظ مارکتینگ، چه از لحاظ این لازمه. تنهایی سخته و از نظر من نشدنیه. ناگهانی من فردا امکان داره برم بتونم گیتار بزنم، اگر برم معلم بگیرم میتونم گیتار بزنم، ولی هیچ وقت مثل اون گیتاریسته که پشت ارکستر داره میزنه من مثل اون نخواهم زد. احتیاج به وقت دارم، زمان دارم. حالا متاسفانه صنعت اتومبیل سازی ایران یه مقدار عقب افتاد، چون که یادمون، اگه یاد شما که خیلی جوونی، منم اون زمان جوان بودم، ولی شنیدم که سالای 1960، یعنی من هنوز به دنیا نیامده بودم، تاکسی های سئول پیکان بودن. یعنی اون موقع ایران به کره جنوبی اتومبیل میفروخت. پس میتونستیم از اون زمان به این ور این صنعت رو یه مقدار از مونتاژ تبدیل کنیم به ساخت کامل و به وجود آوردن چیزهای جدید، یعنی نه کپی چیزهایی که در قدیم انجام شده. بالاخره در حدود 60 سال الان گذشته دیگه. بله درسته. آیا اتباکی میتونم خواهش کنم یه ذره دوربینتون رو بیاریم پایین تر، پایین مشخص فکر کنم دور، آره عالی نه الان هدتون رفت، فکر کنم قسمت قبلی که گذاشته بودین خیلی خوب بود، ثابتم بود، چون دستتون خسته هم شده فکر کنم. نه برای اینکه الان سیمو گذاشتم چون باتریم داشت تموم میشد، برای همین دیگه بگیرم. خوبه الان همین کات خوبه. یه ذره فقط بیاین سر دوربین پایین تر، یه خیلی کمه، خیلی کوچیک. عالی این الان خوبه. خب آیا اتابکی، داشتیم در مورد صنعت خودرو ایران صحبت میکردیم، فکر میکنین چی شد که صنعت خودرو ایران این 60 سال در جا زد، کره ای ها اینقدر سریع رفتن جلو و الان چینی ها هم دارن میرسن تقریبا به کره ای ها و ژاپنی ها؟ بالاخره خب یه اتفاقاتی تو ایران افتاد، بالاخره از لحاظ سوسیال، از لحاظ پلیتیک، از لحاظ جنگی که پیش اومد در ایران، تمام اینا باعث شد که بالاخره نه تنها صنعت اتومبیل، خیلی چیزهای دیگه عقب بمونه و الان هم خب بالاخره کشورهای خارجی خیلی فشار دارن میذارن روی ایران. خب سخته توی یه همچین موقعیتی بگیم الان مثلا یه اکیپایی پاشن که اکیپای خارجی پاشن برن، اصلا نشدنیه، اگرم کسی هم بخواد نشدنیه. این از طرف خب بالاخره اتفاقاتیه که توی تاریخ یه مملکت میفته. خب حالا چجوری جبرانش میشه کرد این دیگه در آینده خواهیم دید، ولی کن تا موقعی که الان این فشار رو که ایران گذاشتن
فعلا موقعیتی نیستش که بگیم که به زودی میشه از این جریان اومد بیرون. شما الان چه پیشنهادی میدین تو این شرایط به صنعت خودرو ایران؟ اگه بخواید یه پیشنهاد بدین به صنعت خودرو ایران برای اینکه تکونی بخوره، هم از نظر طراحی هم از نظر صنعتی، چه پیشنهادی میدین؟ الان باز سخته، برای اینکه من الان دسترسی ندارم به تمام اشکالاتی که الان تو این شرکت ها وجود داره. میدونید شما از بیرون میتونید خیلی ایده های مختلفی در نظر بگیرین و ایده هایی بدین اینا، ولی اگر مثال بزنم، اگر امکانات مالی نباشه، سرمایه گذاری نباشه، خب اینا سخته، برای اینکه به هر صورت برای شروع کار باید یه سرمایه گذاری اساسی کرد. فکر میکنم که باید از لحاظ منیجمنت تمام اتاپ‌های مختلف و یعنی از پریود شروع کار تمام اینو بهش یه روش و یه نظمی توش گذاشت. آدم نمیتونه از یه موتور شروع کنه بعد شاسی رو درست کنه بعد بدنه بذاره روش یا اینکه جور دیگه، ولی به نظرم میرسه که امروز با امکاناتی که وجود داره تو ایران سعی میکنن اتومبیلا رو حالا یه جورایی درست کنن و خب سخته، ماهیت سختیه و میفهمم که راحت نیستش و از اینجا ایده دادن کافی نیست، باید آدم تمام مسائل رو بدونه تا بتونه اقلن یه فکری که در آینده به درد بخوره بده. درسته. حالا چه نوع اتومبیلی برای ایران درست کرد؟ باز میگم اون، من همیشه این دفترچه فنی که میگم این در واقع نوشته خواست مردمیه که یا مارکتی که آدم میخواد براش یه شیعی رو درست کنه، حالا میتونه اتومبیل باشه یا هر چیز دیگه. درسته. آیا عطابکی، شما اگر خاطرتون باشه 12 سال قبل بود که با هم مصاحبه کردیم، من اومدم تو کارگاهتون تو پاریس، اون موقع برای مجله ماشین بود که مصاحبه رو انجام دادم. اون موقع به من گفتین که شما آرزو دارین که یک خودروی ایرانی طراحی کنید. بله. میخوام ببینم که هنوزم اون آرزو رو دارین؟ بله، خیلی زیاد. به هر صورت میگم ناکنید الان دانشجوهای ایرانی جزو بهترین دانشجوها، چون خودم ایرانی هم نمیگم، واقعا من خیلی افتخارم زیاده و چیزایی که میشنوم از این دانشگاه ایرانی، دانشگاه فنی که تو ایران وجود داره، دانشگاه طراحی، خیلی از طراحا باهاشون در تماسم الان که کارهای خیلی جالب و خوبی انجام میدن. خیلی از طراحای ایرانی الان شما میدونید که تو تمام دنیا الان دارن کار میکنن برای بهترین برندهایی که الان تو دنیا وجود داره. پس ناگهان ما هیچی کم نداریم، ما امکاناتش الان چه امکانات مالی باشه چه امکانات فعلی جامعه، نمیدونم، بالاخره تاریخی، هر جوری بخوایم صداش کنیم، فردا این امکانات باشه، من مطمئنم ما به همون سری کره ای یا چینی میتونیم پیش بریم. 100% از اتومبیلای اولی نمیتونیم در نظر داشته باشیم که بیایم در سطح اروپایی یا آمریکایی یا ژاپنی اتومبیل درست کنیم، ولی در طی زمان حتما خیلی سریع میتونیم برسیم به این لیور. من مطمئنم، میتونم بهتون یه خیلی سریع بگم و اگرم همدیگر رو دفعه آینده دیدیم میتونم چیزایی بهتون نشون بدم. من تز طراحیم تو امریکا در دیترویت 1987 برای پیکان بود، تز آخر سالم، یعنی تمام سال برای پیکان کار کرده بودم. 1987 داریم صحبت از 35 سال پیش میکنیم.
خب تزتون در مورد پیکان چی بود؟ نه خب بالاخره اون نظرم اون زمان به عنوان یه شاگرد اونجا کار میکردم که یه ماشین چهار نفره‌ای که بالاخره یه چیزایی به خصوص خودشو داشت و اینا، البته بیشتر به عنوان کنسپت بود تا یه اتومبیل دری، ولی که نه برای جواب دادن به سوالتونه که آیا به هر صورت بله اگر امکانات باشه که تو ایران ما یه کاری انجام بدیم. حالا ما که کارمون ناکنین این کار اکیپه، ما کارمون کار طراحیه، طراحی کافی نیست، باید مهندسان باشن. تکرار میکنم مهندسان دیگه اکسپرتیزشون باید توی موتور باشه، فنربندی باشه، نمیدونم شیشه سازی باشه، بدن سازی باشه، قالب سازی باشه، تمام اینا که اینا رو هم داریم. الان که الان بالاخره خوشمون بیاد یا نیاد، الان صنعت اتومبیل ایران خونده بودم چند سال پیش میگفتن مثل اینکه دوازدهمیه در دنیا از نظر تعداد تولید. بله، ولی مردم از کیفیت و طراحی راضی نیستن دیگه. خب دیگه بله، نه و نرماله، برای اینکه میگم امکانات جوری نبوده که بتونن بهترش بکنن، وگرنه مطمئنن میشه بهتر بشه. من بهتون بگم با این دوستان فرانسویم که اومده بودن، شرکت‌های بزرگ فرانسوی، شرکت‌های فنی، و ماهی که ما ایران خودرو رو دیدیم، تازه این لاینای رنگرزی رو به ما نشون دادن که همه اصلا ماتشون برده بود که در ایران یه همچین لاینای رنگرزی وجود داره که اون زمان تو فرانسه اصلا یه همچیزایی وجود نداشت، میدونی؟ ولی اینا کافی نیست، شما باید از اول شروع کنید. یعنی طراحی رو، چون من طراح هم این صحبت رو نمی کنم، ولی واقعیته ناکنی شما آخر سر اون شیعی رو که میبینین، حالا شما میتونه کیف پولتون باشه، تلفنتون باشه، اتومبیل، این اون شیعی رو که شما بینین کسی پشتش بوده که اینو کشیده یا فکرشو کرده، پس از اونجا شروع میشه. پس نباید بگیم حالا ما یه اتومبیل درست میکنیم شبیه حالا مثلا این اتومبیل یا اون اتومبیل یا فلان، این غلطه. اونجاست که شما میگفتید که چرا این مثلا اتومبیلای ژاپنی بیریختن یا مثلا کاراکتر ندارن یا فلان، برای اینکه باید آدم فکر آیدنتیتی برند باشه، یه برند درست کنه، یه برندی که با برنده دیگه فرق بکنه و یه بالاخره یه صنعتی باشه که 100% ناکنید. الان شما چینی ها شروع کردن اتومبیل درست کردن، اول شروع کردن این 10 سال اخیر برای مارکت خودشون، یعنی برای چینی ها ساختن، الان که شروع کردن یه ذره بهتر شدن، فکر به خروج اتومبیل هاشون کردن که برای آماده دارن، آماده میشن که برای اروپا و امریکا اینا شروع کردن خارج کردن. خب در مورد چینی ها خوب شد به خوب جای رسیدیم. الان چینی ها دقیقا دارن چی کار میکنن در زمینه طراحی؟ اومدن توی اروپا، برام تعریف کردن که اومدن توی اروپا یه سری مراکز طراحی بزرگ زدن، الان دیزاین سنتر زدن همه جای دنیا. الان تو اروپا آلمان و انگلیس و ایتالیا هستن، یعنی مراکز طراحی زدن توی این کشورها. بله ساتلیت، یعنی البته ساتلیت که میگم در چینی ها موقع که هر کاری میکنن کارهای بزرگ میکنن، برای اینکه بهتون گفتم تمام دیزاین سنتر رنو 600 خورده نفره، این دیزاین سنتر تورینو که یه ساتلایت دیزاین سنتره در حدود 500 نفره، تو کالیفرنیا هم دیزاین سنتر دارن و اینا دارن در واقع یاد میگیرن تمام سبک کار کردن کشورهای مختلف رو دارن میبینن، دارن مارکت کشورهای مختلف رو میبینن، طرز زندگی و استفاده از این، حالا فقط اتومبیل که نمیسازن، چیز دیگه هم میسازن، ولی ما الان صحبت از اتومبیل میکنیم که اینا خارج احتیاج به چی داره، برای اینکه اون چینی استفاده از اتومبیل جور دیگه است از اون امریکایی و یا فرانسوی. شما ناکنید فرانسوی ها اتومبیلشون رو جور دیگه استفاده میکنن از آلمانی ها که برادرشون همین بغل زندگی میکنن، امریکایی اصلا
اتومبیلاشون جور دیگه است. برای همین چینی‌ها این چیزا رو دارن یاد میگیرن و اینا مهمه. این مراکز طراحی که میزنن تمام دور دنیا فقط برای درست کردن کنسپت نیستش که بذارن تو این سالن یا اون سالن، در واقع دارن سبک کاری یاد میگیرن، دارن گردوندن این نوع سنترها رو یاد میگیرن. برای اینکه کار راحتی نیست، شما الان دیزاین سنتر رو از کجا میخواین چجوری شروع کنین، چه مرحله های مختلف رو دارن یاد میگیرن. شما دیزاین که شروع میکنه کار کردن، تکنیسیان های فنی که همون موقع تقریبا با دیزاین باید شروع کنن کار کردن، چه موقعی وارد عملیات میشن، همه اینا رو دارن کم کم یاد میگیرن که آخر سر تا 4-5 سال دیگه، 7-8-10 سال دیگه تمام این خارجی ها رو کم کم میذارن کنار و دیگه خودشون روپای خودشون وایسادن و کار خودشون انجام میدن، همون کاری که ژاپنی ها امروز کردن دارن انجام میدن. یعنی الان دیگه 30-40 ساله و کره ای هم دیگه شروع کردن. خب شما فکر میکنید صنعت خودروی چین با این کاری که داره میکنه در زمینه طراحی در سالهای آینده چه اتفاقی براش میفته؟ دنیا رو میگیرن. نه شما خیلی. فکر میکنید تو صنعت خودرو واقعا میتونن دنیا رو بگیرن؟ خیلی خیلی دارن سریع پیش میرن، خیلی دارن سریع پیش میرن و طرحی که سال آینده در خواهد اومد در لول اروپا و امریکا خواهد بود و دیگه کیفیتشون هم دیدی دیگه. موقعی که شروع میکنن کاری کردن، الان تمام همین تلفنایی که دست هممونه، لپتاپ هایی که هممون داریم، تمام تو کجا درست میشه؟ تو چین درست میشه. از لحاظ کیفیت اینا میتونن، باید دنبالشون باشن و همینا رو دارن یاد میگیرن، یعنی که دیگه کوالیتی رو بیان برسونن به یه حد عالی. و خب شما پشت پرده دارین باهاشون کار میکنین و طرحاشون رو دارین میبینین، طرحی که ما آینده میخوایم ببینیم، طرحاشون چه فرقی کرده؟ رو ماشینای سری نه، ما رو کنسپت ها کار میکنیم که همونجوری که خودتون میدونید کنسپت ها مال 4 سال پیش نیست. در واقع اتومبیلایی که دارن در نظر میگیرن برای سالهای مثلا الان 2027-2030، یعنی اتومبیل های در واقع 7-8-10 سال آینده. و ما چون کنسپت های دیگر هم میبینیم، یعنی مال فرانسوی ها رو میبینیم، مال ژاپنی ها رو میبینیم، این اخیراً با آلمانی ما کار نکردیم ولی بالاخره تو سالون ها اینا میبینیم، این کنسپت چینی ها داره همجور جالبتر و جالبتر میشه و از لحاظ تکنولوژی خیلی پیش میرن و همین قاطی کردن تکنولوژی و صنعت اتومبیل داره یه جوابای خیلی خوبی میده که من فکر میکنم اگر اروپایی ها یه جورایی خودشون رو تکون بیشتر ندن، در سالهای آینده میتونن یه مدار عقب بیفتن. عالی. آیا عطابکی سوال خیلی زیاد مردم کلی برام سوال فرستادن، کلی هم الان میخوان سوال ازتون بپرسن، وقتمونم کمه. یه چند سوال من مونده، خیلی از سوال من مونده، سعی میکنم سوالی خودم دیگه کمتر بپرسم برم سر سوالی مردم. شما حالا چند فقط گزیده پاسخ بدین که برسیم. زیباترین خودروی جهان و خودروهای جهان که تا الان طراحی شدن به نظرتون کدوم مدل ها بودن؟ این چند تا خودروی زیبا به نظرتون به همون بگین. مثلا به سلیقه است اینا، نه سلیقه خودتونه دیگه. برای اینکه مثلا اگر از اتومبیلای امروز صحبت کنید یه جور بهتون جواب میدم، اگر از اتومبیلای گذشته صحبت کنید طور دیگه جواب میدم. برای اینکه باز دوباره الان اگر از اتومبیل امروز صحبت بکنیم، اتومبیلایی که اون دفترچه فنیشون سخت بوده و تونستن یه دیزاینای طراح خوب در بیارن، برای من خیلی جالبن این اتومبیلا. ولی چندشون رو میگین؟ حالا از رو هم رفته اتومبیلای آلمانی من خیلی دوست دارم. با کدوم مدل؟ مثلا بگیم BMW فلان مدل، بنز فلان مدل، اودی، BMW، پورشای آخری که در اومدن خیلی قشنگن. با خریدن شما این تایکان به نظرتون قشنگه؟ بله بله، اتومبیلای قشنگه، بالاخره پروپورشنای خیلی خوب دارن و تمام باز میگم خط نورایی که روشونه همه دقیق، همه خیلی کاراشون. پنج تا خودروی زیبا آقای عطابکی نام ببرین تو حال حاضر، پنج تا مدل ها بگین فلان مدل مثلا
بنز، بی ام و، آودی، حالا هر کدوم، یا فلان مدل خودروی فرانسوی، 5 تا فقط به من اسم بگین که از نظر شما خودروی زیبایی هم و درست طراحی شدن. آودی، بی ام و، خب آودی کدوم مدلش؟ همه‌شون قشنگه واقعا. A8 قشنگه، A7 قشنگه، A6 قشنگه، بی ام و سری 7 قشنگه، سری 8 قشنگه. دیگه چی بهتون بگم؟ پورشه همین 911 آخری ها خیلی قشنگن، بنتلی ها خیلی قشنگن، این جت کنتیننتال ها خیلی قشنگن، رو رولز رویز ها خیلی کار قشنگی کردن، بی ام و دیز تحریک کردن، اون آیدنتیتی خیلی خیلی جالب تونستن ادامه هم رولز رویز های قدیمی رو بدن. یه ذره مثلا اون لامبورگینی ها من یه ذره کمتر به نظر من لامبورگینی چیزش رو از دست داده، اون اصالتشون. بله یه ذره چیزش دیگه ایتالیایی نیست، یعنی میتونه هر نوع دیزاینی باشه، هر جای دنیا میشونه این اتومبیل طراحی شده باشه. و اون دستسازی بودن اون زمان ماشین ایتالیایی ما داره از بین رفته. فراری ها بد نیستن، البته بعضی از مدلاش بعضیش رو کمتر دوست دارم. بعدم ماشینای مثلا یه ماشین عجیب غریبه که بهتون بگم که اصلا شاید به نظرتون نباشه، مثلا رنو اسپاسه. من از بیشتر رنو اتفاقا اخیراً خوشم نمیاد، با اینکه خودم هم توش خیلی کار دارم میکنم خوشم نمیاد. این دایرکشنی که گرفتن به نظر من خیلی معمولیه، ولی این رنو اسپاس آخری که درست شده به نظر من خیلی یعنی معرکه است، یعنی از لحاظ میدونم قیمت و از لحاظ دیزاین و حجم اتومبیل تونستن یه اتومبیل سرده 7 نفره به این قشنگی درست کردن، خیلی سخته، کار واقعا سختی. تو پژو چطور؟ پژو میدونی اینا تمام رؤسای دیزایناش بهترین دوستامن، یعنی دوستان تو زندگی شخصیم، یعنی دوستای خیلی نزدیکمن. بهشون هم میگم من بیرون پژو رو یعنی بدنه پژو رو زیاد دوست ندارم، خیلی زیادی اینفورمیشن هستش، زیادی خط توش هستش، زیادی چیزای یه مقداری که به هم نمیخوره، ولی داخلشون معرکن. به نظر من داخلای پژو عالی هستن، سیتروئن ها خیلی خوبن. ولی بدنه دی اس چطور؟ بله دی اس هم به نظرتون بدنه هاش خوب نیست؟ به نظر من خیلی یه ذره شلوغه، یه ذره برای اتومبیل حجمای بالاخره متوسطن، قیمتای متوسطن، یه مقدار شلوغن برای اتومبیل. هیچ خودروی آمریکایی رو نگفتین، دقت کردین؟ ناگهان آمریکایی‌ها به نظر من طراحای خیلی عالیه. من اونجا درس خوندم و دوستای خیلی خوب دیزاینر دارم، خیلی خوب. من باز داره از لحاظ مارکتینگ و از لحاظ قیمتی اونا مجبورم، این قیمت اتومبیل‌های آمریکایی خیلی پایینه. شما نگاه کنید موتورهای 8 سیلند درست میکنن 500 600 اسب با 30,000-40,000 شما میخرید، یعنی شما بخواید یه همچین اتومبیل بخرید با یه همچین قدرتی تو اروپا زیر 200,000 یورو وجود نداره. پس باز دوباره برمیگرد به همون صحبتی کردیم، مجبورم از دیزاینشون یه ذره افتاده، طرحهای اتومبیل های امریکایی به نظر من تا سال 70 عالی بودن، یعنی از شروع صنعت اتومبیل که اون فورد تی بود تا سال 70 جزو میتونم بگم قشنگترین طرحهای تمام تاریخ اتومبیل هست. ولی از سال 80 دیگه افت داشتن، حالا اخیرا یه چیزای بدکی هم درست نمی کنن، ولی دلنشین نیست اونجوری که باید. مثلا حتی یه برندهی خب بالاخره معروفی مثل کوروت که الان هستش، خیلی اتومبیل خوبه، در حد میشه گفت بهترین اتومبیلای سری اروپاییان با یه سوم قیمت، ولی خب باز دوباره طرحش یه ذره دنیایی شده، یه ذره همون صحبتی که درباره ژاپنی میکردیم، یعنی یه ذره از کاراکترش افتاده. یه زمانی اون دوج وایپر رو درست کرده بودن که خیلی جالب بود، یه دونه اصلا آرشیتکتور زیربندی خیلی جالبی پیاده کرده بودن. من اونا اگر بخوان یعنی
امکاناتش رو دارن، ولی فکر می‌کنم از لحاظ مارکتینگ و از لحاظ باز دوباره برمیگردم میدونم یه تکرار می‌کنم هم دفترچه فنی اینا مجبورن از یه جایی بزنن یه جای دیگه سرمایه گذاریشون رو بیشتر جای دیگه بکنن. خب در مورد تسلا چطور؟ طراحی تسلا رو دوست دارین؟ طراحیش که اصلا به نظر من خیلی خیلی ابتداییه واقعا. از این طراحی تو دانشگاه‌ها صدها هزار بار دیدیم، یعنی هر دانشجویی طراحی سبک تسلا رو کرده. یه داستان جالبیه این تسلا، برای اینکه بالاخره جزو اولین گروهیه که این باتری‌های خیلی خوبی دارن که مصرف زیادی دارن و از لحاظ پرفورمانس هم که شنیدی دیگه ماشینای به اون بزرگی هم سریعن هم قویان هم، ولی اصلا داستان جالبه برای من، برای اینکه تسلا شرکتیه که رو هر اتومبیلی 10,000 دلار از دست میده و امروز شما رو بورس نگاه میکنین قدرت خریدش 3 دفعه تمام شرکت رنوه. خب این یه جورای عجیب غریبی که از یه ور رو هر اتومبیل شما 10,000 دلار از دست بدین، موقعی که میدونیم تو هر اتومبیل شما یوروها رو میشمارین، یعنی رو پیچه ها صرف جویی کنین، رو اندازه درا کوتاه‌تر باشه که بتونین صرف جویی کنین، رو شیشه ها، رو فلان، رو آهن و رو بعد اینا به خودشون اجازه میدن 10,000 دلار از دست بدن، ولی از طرف دیگه برای اینکه فروششون هم اونقدر نیستش که بتونن چیز داشته باشن، روی سرمایه گذارشون بتونن برگردن پولی که سرمایه گذاری کردن. حالا باتری آینده بهمون خواهد گفت. به نظر من کار اشتباهیه، با اینکه 99% کاری که الان انجام میدیم رو اتومبیل ها برقی هن، ولی کن هممون میدونیم که باتری ها خیلی تمیز نیستن، برای اینکه اتومبیلی که دیگه از کار بیفته، روزی که از کار بیفته، هنوز که هنوزه نمیدونیم با این باتری ها چی کار میکنیم، چالشون میکنیم، چجوری میخواییم باتری ها رو ما بالاخره دوباره که نمیتونیم استفاده کنیم. پس به نظر من موتور تمیزی نیستش اولا. دوما بگیم فردا نصف فروش اتومبیل‌ها در دنیا بگیم اتومبیل‌های برقی باشه. هیچ کشوری الان قدرت برق اونقدری نداره که بتونه برق یه شهری رو بتونه به اندازه‌ای برسونه که بتونه نصف از اتومبیل‌هاشو تازه نگیم همه اتومبیل‌هاش همه با برق استفاده بشه. و دیگه از لحاظ سکیوریتی و اینا هم که فعلا میدونید که موقعی شوک و اینا امکان انفجار و امکان اینا هم زیاده با باتری‌هایی که حمل و نقل میشه رو اتومبیل‌ها. به هر صورت اونجوری که دارن بهمون میگن که این آینده است، چون که تمیزه اونقدام تمیز نیست. فکر می‌کنم یه تکنولوژی که از بین خواهد رفت، حالا جانشینش چی خواهد بود دیگه در آینده خواهیم دید. ولی اتومبیل الان همه سیاستمدارا برای اینکه کار خودشون رو پیش ببرن اجبار میکنن که شرکت‌ها الان بیشتر و بیشتر اتومبیل برقی بسازن، ولی چی جواب بده نمیدونم. به نظر من آینده خب آیا تابکی باید دوباره یه سیو بگیریم الان برمیگردیم دوباره به شما و نظر مخاطبا رو دیگه ازتون میپرسیم. میذارم ببخشید طولانی شد، فکر کنم یه 20 دقیقه دیگه هنوز کار داشته باشیم. من قطع میکنم دوباره برمیگردیم به شما. باشه.